خب رسیدیم به لاگین. توی این بخش ما میخواییم که لاگین رو طراحی بکنیم. اول میریم سراغ ویو مدلش و اول از همه ویو مدل رو میزنیم. من اینجا اد کلاس، اسم کلاسش رو میذارم لاگین ویو مدل و اد میکنم. خب اول اینکه باید سطح دسترسیش پابلیک باشه و چیزی که نیاز داریم using system.componentModel.dataAnnotations و بریم که ببینیم چه صفت هایی، چه پراپرتی هایی میخواییم. میتونم بریم از user بیاریم. بذارید از user بیاریم، راحت تره و سریع تر. برای لاگین یه شماره موبایل نیاز داریم و یه کلمه عبور، همین. چیز دیگه هم نمیخوایم، پس من رو کپی میکنم و اینجا شماره موبایل 11 تایی، کلمه عبور 50 و کار دیگه هم نداریم. این از ویو مدلمون. خب بریم سراغ طبق روالی که داریم، باید بریم سراغ اینترفیس و بعد هم سرویس. خب تو اینترفیس آی یوزر می نویسیم یوزر لاگین یوزر، اسمش رو میذاریم لاگین یوزر و چی داشته باشه؟ استرینگ یه موبایل نامبر و یه دونه هم موبایل نامبر، درسته، و یه دونه هم برای پسورد استرینگ پسورد. خب این از اینترفیسمون. بریم سراغ سرویس، یوزر سرویس و منتظریم که ایمپلیمنت کنیم. ایمپلیمنت اینترفیس کجا اضافه شد؟ اینجا لاگین یوزر. خب برای لاگین یوزر چی بنویسیم؟ می نویسیم که اول استرینگ هش پسورد، اول مشکل پسوردش رو اوکی کنیم. هش پسورد، بذارید ما یه یوزینگ هم نیاز داریم، من همین الان یادم افتاد بنویسم. یوزینگ آن داریم که ورزش سه کور کلاسز رو داریم و همین از قبل داریم، پس هیچ. برمیگردم اینجا هش پسورد. برای هش پسورد چی بنویسیم؟ بگیم که برو سراغ همون کلاسی که قبلا نوشتیم، هش جنریتورز، درسته، دات encoding password md5، بله، چی رو؟ همین پسوردی که الان اینجا نوشتیم و الان return کن underline context dot users dot first or default، روش لاندایی u dot mobileش چی شد؟ این u dot mobile، u dot mobileش، اول اینکه این موبایلش مساوی با همین موبایل نامبری باشه که داره وارد میکنه و پس این چیه؟ و u dot پسوردش هم مساوی باشه با همین هش پسوردی که ما الان به دست آوردیم. هش پسورد اینه. اوکی. و سمیکالن. خب. یوزرز پرس اور دیفالت. یو دات موبایلش مساویه با
چرا ما نوشتیم که درسته موبایل نامبر و یودات پسورش هم مساوی با این. بذار ببینم چی میگه. خب بولین نیست که استرینگ هش خب نمیتونه این رو اند بذاره بینش، ولی من نمیدونم چرا الان بذارید من برگردم اینترفیس رو استرینگ موبایل نامبر و استرینگ پسورد خب و بعد اینجا درسته همین پسورد و اینجا میگیم که یه بار دیگه من مینویسم یو دات موبایلش مساوی با موبایل نامبر اند پسوردش هم مساویه با فکر کنم یه دونه مساوی گذاشته بودیم درسته؟ احتمالا یه دونه مساوی گذاشته بله خب مساویه با هش پسورد و این هم اوکیه خب این هم از یوزرمون سیو من این دوتا رو ببندم بریم سراغ کنترلر اکانت و لاگینمون ما لاگین رو یه قسمتیش رو زده بودیم و یه ویوی برش ساخته بودیم که باید ویوش رو پاک کنیم از اول بزنیم چون ویو مدل میخوایم وصل کنیم به ویو مدل و میگیم که الان حالت HTTP پست رو هم برای ما بزن خب اول اینکه تا یادمون نرفته مثل دفعه قبل وصلش کنیم به لاگین ویو مدل با عنوان با یه اسم حالا لاگین کوچیک می نویسم و اینجا چی بنویسیم؟ می نویسم که اگه اول مدل استیت دات ایز ولید هست else رو همین الان بذاریم خب برگردیم بالا اگه مدل استیتمون is valid اول میگیم که وره یه ور تعریف کنیم user مساویه با underline i userش dot login user چیزایی که میخواد login dot mobile و لاگین دات پسورد این رو به ما برگردونه و حالا میگیم که اگه چنین یوزری وجود داره مخالف با نال هستش چیکار کن؟ اول if اگه چنین یوزری وجود داره بذارید من اول else این رو بذارم else رو اوکی حالا اگه چنین یوزری وجود داره if اگه وجود داره و همچنین user dot
is active هست یعنی فعاله، باید چیکار کنیم؟ خب اینجا باید یه سری عملیات انجام بشه که فعلا ما مجبور هستیم که اینجا رو خالی بذاریم. تو مبحث احراز هویت باید بگیم اگه یوزر is active برمیگرده به احراز هویت که اون رو الان جاش نیست که بگیم، فعلا خالی میذارم. در غیر این صورت else‌ش میگیم که یکی اینجا اگه نبود ریترن کنه ریدایرکت تو اکشن به کجا؟ ریترن ریدایرکت تو اکشن به اکشن اکتیو که ساختیمش قبلا و برای این اگه همچین یوزری هم وجود نداشت اینجا باید بگه که خب همچین یوزری نیست، اینجا به ما بگه مدل استیت دات اد مدل ارور خطا بده روی پسورد و بگه چی بگه؟ بگه مشخصات کاربری صحیح نمی باشد و سمیکالون. بله سمیکالون. خب مشخصات کاربری صحیح نمی باشد و ادامهش ریترن کنه، یعنی که ریترن ویو همینجا بمون، همینجا توی لاگین کوچیکه. اوکی. و اگه هم مدل استیتمون ایز ولید نبود هم باز همین کار بکن، ریترن کن ویو لاگین خب نوشتیم که براش، پس چیه؟ بذار این رو هم فعلا اینجا میذاریم ولی بعدا باید بعد احراز هویت بیایم برش داریم که این خطا آمد. خب این از لاگینمون. اگه یادتون باشه ما یه لاگین قبلا توی بذارید من برای کم جمع جور کنم، ببخشید شما هم همینطور. ویو لاگین رو ما قبلا یه چیزایی براش نوشته بودیم، من این رو کپی میکنم و میخوام که از اول این لاگین رو بسازیم چون که باید وصلش کنیم به ویو مدل، پس من قبلی رو پاک میکنم و اینجا میگم که شما اد ویو کن لاگین. برای لاگین هم همین کرییت خوبه، به لاگین ویو مدل وصل شو، اکانتت هم لایوت باشه. و مورد دیگه هم نداره. خب منتظریم که این ویو رو برای ما بسازه. خب همچنان منتظرم و ساخته شد. خب اولی که من اینجا بنویسم تایتلم ورود و بعد اینکه چیزی که کپی کرده بودم رو برمیگردونم. ما یه هدر داریم، دایو داریم، بذارید باش. اوکی. توی رجیستر ببینیم که چیدمانمون چجوری بود بعد دایو مینش.
خب عکس رو داشتیم و بعد اینجا این تیکه تا اینجا کپی میکنم. و اینجا این دایو رو هم نیاز داریم که بسته بشه. خب ثبت نام، ورود به حساب کاربری، اینجا در واقع به جای ثبت نام باید بنویسیم که ورود با نام کاربری، یه همچین چیزی بنویسیم، ورود با نام کاربری در سایت. و برای اینجا هم عنوان دومش بنویسیم در صورتی که در سایت ثبت نام نموده اید، در صورتی که در سایت ثبت نام نموده اید یک کاما. این جمله بندی خیلی هم خوب نیست، حالا شما یه جمله بهتر بنویسید. می توانید از طریق فرم زیر وارد شوید. می توانید از طریق فرم زیر وارد شوید. اوکی، اینجا موبایل پسورد ولیوش هم باشه ورود، کلاس هاش باشند BTN. چی شد؟ BTN بلاک و ادامش BTN گرین، BTN بلاک، BTN گرین. و چی دیگه میخوایم؟ ببینید ما برای ورود چیزایی که حالا نیاز داریم، ای چی شد؟ چرا بزرگ؟ تگ ASP.actionش کپسلوک چرا روشنه؟ ASP.actionش مساویه با ASP actionش مساویه با forget باشه که قراره حالا بعدن اکشنش رو بنویسیم. کلاسش رو هم کلاس forget میدیم که قبلا ساختیم، یعنی اینکه CSSش رو نوشتیم. و همینطور میخوایم که pull right هم باشه، pull right. و اینجا می نویسم فراموشی کلمه عبور، دقیقا این رجیستر هست، می تونستم از اونجا راحت کپی کنم. بذارید ببینم رجیستر بعدیش هم هست. حتی ما یه مشکلی هم داریم، باید این رو هم برطرف کنیم. خب فورگت و اکتیو فعالسازی حساب رو میخوایم، چون که قبلا داشتیم اون طرف این برم آوردیم. اینجا یه دایو زیاده، خب صدای رد و برق هم میاد. یه دایو درست، مورد دیگه نداره. بریم تست. اوکی، یه ریبیلد.
خب من عذرخواهی میکنم بابت صدای بارون و صدای رعد و برق که حالا احتمالا شما هم میشنوید. چاره ای نیست دیگه. خب این از ریویلدمون، بریم سراغ اجرا تا میاد اجرا کنه. خب همچنان منتظر هستیم که باز بشه این ویوی که ما ساختیم رو، ببینیم به چه صورت شده. خیلی طول کشید. خب داره یه کاری انجام میده. اینترنت هم باز قطع شد. خب خدا رو شکر باز شد. بریم ورود و باید الان صفحه لاگین رو به ما نمایش بده. البته ما چون هنوز مبحث احراز هویت رو نگفتیم. خب ورود با نام کاربری در سایت، در صورتی که در سایت ثبت نام نموده اید. اینجا باید یه بی آر بدیم همین الان. اینجا یه بی آر بهش بدیم. کنترل اف 5. خب یه شماره موبایل، کلمه عبور و ورود. خب منتظر هستیم همچنان. چقدر سخت میگیره. من اسکیول رو بهش نیاز ندارم، ببندمش یکم، بی تاثیر نیست. خب آفرین، یه صفحه میخوایی باز کنی. خب این از فاصله که انداخت، شماره موبایل همون 4132 و پسوردمون. الان چون که ما اونجا رو خالی گذاشتیم قاعدتا نباید کاری بکنه، ولی تا اینجا درسته. کاش پسورد رو اشتباه داده بودیم، ببینیم که بهمون چه پیام میده. چه جالب پسوردمون رو هم اینجا بهمون نشون داده. یادمون رفته که براش دیتا تایپ بذاریم. خب اتفاقی نیفتاد، درست همون جوری که گفته بودیم. برگردیم این رو درست کنیم. بذارید من الان یه پسورد اشتباه میدم که دیگه نخوام تست کنم. مثلا این پسورد رو میدم ببینم که چه پیام بهمون میده.
مشخصات کاربری صحیح نمی باشد. درسته. بریم که دیتا تایپ این رو هم بذاریم و دیگه تموم. دیگه نیاز به تست نداره. خب توی لاگین ویو مدلمون کجا بود؟ اینجا لاگین ویو مدل، اینجا ما دیسپلی و ریکوایرد و مکس لنس برای موبایل، درسته، برای کلم عبور باید بهش بگیم که، البته اینجا داریمش دیتا تایپ رو، نه ولی به نظرم میاد که اضافه کرده بود، حالا اشکال نداره. میگیم که دیتا تایپمون پرانتز دیتا تایپ دات پسورد، که دیگه پسوردمون رو هم به صورت حالت پسوردی نمایش بده. خب این از قسمت اول لاگین، ادامهش رو میریم توی بخش بعدی.